حال به معرفی مهمان محترم امشب میپردازم. سخنران محترم و برجسته ما امشب آقای دکتر پیمان رؤوفی، روانشناس بالینی هستند که در کالیفرنیا به مداوای بیماران میپردازند. ایشان در تهران به دنیا آمده و تحصیلات ابتدایی متوسطه را در تهران گذرانده و سپس به آمریکا آمده و درجه لیسانس بی ای در روانشناسی را از دانشگاه دولتی کالیفرنیا با درجه ممتاز سوما کوملاده که بالاترین درجه هست و سپس ام ای و پی اچ دی خود را در روانشناسی بالینی از الاینت اینترنشنال یونیورسیتی دریافت کردند و در حال حاضر در مطب خصوصی خود مراجعین فردی، زوجی و فامیلی را مداوا می‌کنند و در این حال قرارداد با مراکز مداوای طولانی مدت و خانه سالمندان با عنوان مشاور همکاری می نماید. دکتر رؤوفی تجربیات زیادی در زمینه آتیزم اطفال دارد و در طول مدت تحصیلاتشان در زمینه متدهای Applied Behavioral Analysis که ABA هست، تحلیل رفتار کاربردی و Discrete Trial Teaching که DTT گفته میشه، آموزش آزمایشی گسسته در معالجه کودکان با رفتارهای ناهنجار مطالعات فراوانی داشتند و ضمناً دوره‌های در زمینه روانشناسی بهبود و سلامتی در دانشگاه‌های جانز هاپکینز و ییل گذراندند. علاوه بر آن با سالمندان در مراکز روزانه سالمندان به عنوان مشاور روانشناسی به بیماران خدمت کردند و به طور فعال با یونیسف، شورای حقوق بشر و سازمان‌های نظیر آنها شرکت و همکاری داشتند. دکتر رؤوفی عضو دائمی سایکای اینترنشنال که یک آنر سوسایتی در روانشناسی هست هستند و ایشون مدال طلا از رؤسای جمهور آمریکا، پرزیدنت جورج بوش و پرزیدنت اوباما جهت خدمات افتخاریشان می باشند. در این حال سفیر افتخاری یونیسف و قهرمان بهداشت روان از طرف دانشکده روانشناسی شیکاگو شناخته شده. دکتر رؤوفی در حال حاضر یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا که Iranian Psychological Association of America و انجمن روانشناسی لس آنجلس، لس آنجلس کانتی سایکولوژیکال اسوسییشن و گروه طرفداران خانواده می باشد. ایشان سخنران بین‌المللی هستند و تا کنون در MIT، UCLA، LA، Cal State و Chicago School of Psychology و Pepperdine University، دانشگاه شریف و غیره سخنرانی نمودند و در ضمن برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی بسیار مانند Voice of America، BBC، Spectrum News، رادیو همراه، آینده، KIRN 670 شرکت داشتند. امروز ایشان که موجب سربلندی ایران ایرانی هستند درباره مدیریت به درباره تأثیرات موسیقی بر روان انسان صحبت میکنند. از طرف کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا و کمیته فرهنگی از شما سپاسگزار هستم و با کمال اشتیاق منتظر شنیدن فرمایشات جناب علی هستیم. بله، ممنون از شما. سلام و درود دارم خدمت همه عزیزانی که در جلسه هستند و یا عزیزانی ممکنه برنامه رو بعداً ببینن، تماشا بکنن. ممنون از کمیته فرهنگی و کانون هستم که بنده رو بار دیگه دعوت کردید و قابل دونستید که در جمع شما حضور داشته باشم و با همدیگه گپ و گفتگویی داشته باشیم. راجع به موضوع امروز، من متاسفانه خودم موسیقی رو تجربه زیادی از لحاظ نواختنش ندارم و یکی از تأسفات بزرگ زندگی بنده همین هست که ولی نمیتونم بنوازم، ولی خب بسیار لذت میبرم و بسیار هم دوست میدارم و فرزندانم رو به هر حال تشویق کردم که در نواختن پیانو کوشش بکنن و
خدا رو شکر هم بد نیستن، دارن این کار رو ادامه میدن و علاقه مند هستن. اما یه سری تحقیقاتی رو انجام دادم، یک سخنرانی یا یک مصاحبه کوتاهی داشتم در تلویزیون من و تو ماها پیش و موضوع موسیقی و تأثیر موسیقی بر بحث روان انسان رو داشتم و در این جمع هم که حضور دارم یک بررسی کردم، تحقیقاتی رو کردم ببینم که خب این موسیقی رو که ما اینقدر ازش صحبت میکنیم و اینقدر هممون معتقد هستیم که حال ما رو خوب میکنه دقیقاً چگونه و چطور این کار رو انجام میده، و دوست دارم که این رو هم با شما عزیزان تقسیم بکنم. میدونم در جمع شما عزیزان هم متخصصین و کاردانان بزرگی حضور دارن، از روانشناس و پزشک و محقق و پژوهشگر، که امیدوارم حالا در قسمت پایانی صحبت‌های من این فرصت باشه که نظرات شما عزیزان رو هم راجع به این مسئله بسیار بسیار جالب و هیجان انگیز بنده یاد بگیرم. اما بحث موسیقی خب یک بحثی است که همه ما انسان‌ها به گونه‌ای در زندگیمون ازش استفاده می‌کنیم، چه در شادی، چه در عزاداری، چه در خلوت، به نوعی با موسیقی عجین هستیم و باهاش خوشحال میشیم، باهاش غمگین میشیم، باهاش هیجان زده میشیم، و موسیقی هم انواع مختلفی داره که میتونه در ما این حالات مختلف رو به وجود بیاره. بعضا در طول صحبت وقتی صحبت میکنم از برخی از تحقیقاتی که بر روی مغز انجام شده، اشاره من به فانکشنال MRI هست که در این MRI نگاه میکنن به میزان اکسیژن گیری بخشی از مغز که ببینن زمانی که فردی تحت تأثیر موضوع خاصی قرار میگیره یا موضوع خاصی رو میبینه یا فکر میکنه یا به گوشش میرسه، چه قسمتی از مغز او فعالیت بیشتری رو آغاز میکنه و این فعالیت رو با میزان اکسیژن گیری در اون قسمت مغز میتونن بسنجن. در ابتدا یک بیسلاینی رو نگاه میکنن، میبینن خب این فرد در حال حاضر فرضاً فرض بفرمایید که موسیقی گوش نمیکنه، یک بیسلاینی رو داره، یک شروعی رو داره، و وقتی داره موسیقی رو گوش میکنه ما میخوایم ببینیم کدوم یکی از نواحی مغز او داره فعالیت و اکتیویتی بیشتری رو پیدا میکنه، و اون هم منظور همون اکسیژن گیری است که در مغز انجام میشه، پس فعالیت سلول های مغزی در اون قسمت بیشتر شده. این هم گفتم خدمتتون بگم، من حدود 13 مورد از فواید موسیقی بر روان انسان یادداشت کردم که سعی میکنم اینها رو دونه به دونه با شما عزیزان در میون بگذارم و بگم، و این فواید همه بر اساس تحقیقاتیه که انجام شده. حالا بعضی از اینها از همون FMRI کمک گرفته شده، بعضی هم بر روی افراد تحقیقاتی رو انجام دادن و در طول زمان نگاه کردن ببینن که این فرد یا افرادی که در این تحقیق شرکت کردن این موسیقی چه تأثیری روی اونها گذاشته، که این رو خدمتتون خواهم گفت. یه تاریخچه‌ای هم بگم، البته بحث موسیقی و تأثیرش بر روی روان یه بحث خیلی جدید و هیجان انگیزیه و داریم میبینیم که تحقیقات داره بیشتر و بیشتر نور بیشتری رو به این مسئله میتابونه. قبلا تحقیقات میگفتش که اصولا موسیقی مربوط است به قسمت راست مغز انسان و بیشتر فرد هنرمند رو یا موسیقی دوست رو انسانی که بیشتر راست مغز هست میدیدن، یعنی از همیسفیر راست مغزش بیشتر استفاده میکنه. اما تحقیقات اخیر نشون داده که
فردی که با موسیقی سر و کار داره، موسیقی رو می نوازه و یا موسیقی رو حتی لذت می بره، از هر دو نیم کره مغز خودش داره برای این کار استفاده می کنه و به نوعی تحریک مغزی در هر دو نیم کره چپ و راست اتفاق می افته. حالا این یه موضوعه. یه موضوع دیگه که اینجا خیلی اهمیت پیدا می کنه اون پل ارتباطی است که دو نیم کره مغز رو به همدیگه متصل می کنه یا رابط و هماهنگ کننده دو نیم کره مغز به نام کورپوس کالوسوم. و چیزی که جالب هست اینه که استفاده از موسیقی، حالا این استفاده از موسیقی منظور گوش کردن، نواختن و یا حتی ساختن موسیقی است، به انسان کمک میکنه که بتونه رابطه بین دو نیم کره مغز خودش رو قوی تر بکنه و این کورپوس کالوسوم تحریک میشه، ضخیم تر میشه و قوی تر میشه. این یه چیزیه که خیلی جالبه و یه تفاوتی رو ایجاد میکنه بین یه مقدار تحقیقات قدیمی تر و تحقیقات جدیدتر که به ما میگه که دو نیم کره در موسیقی فعال میشوند. بریم سراغ اون 13 تا مورد. من مخصوصا رو 13 همی هم وایسادم که بگم این عدد 13 عدد بدی نیست، اگرچه که ما 13 به در تو نوروز میریم 13 رو به در میکنیم، ولی این سنتی بیش نیست. خب یکی بحث خواب هست. بحث خواب و تأثیر موسیقی بر روی خواب دیده شده که افرادی که موسیقی آرامش بخش آرام رو گوش میکنن، حالا در بحث موسیقی هم ما دو جور موسیقی داریم، یه مقداری موسیقی آرامش بخش داریم، یه مقدارم موسیقی داریم که انسان رو میتونه انگیزشی محسوب بشه، میتونه یه مقداری تحریک بکنه. موسیقی هایی داریم مثلا هیوی متال، مثل تکنو که اینو معمولا توی کلابا استفاده میکنن و جوانها بالا پایین میپرن و خیلی اون برانگیختگی احساسی رو پیدا میکنن، باهاش انرژی پیدا میکنن. توی ورزشگاه ها مگه دیده باشید معمولا یه سری از این موسیقی هایی که تند تند هست رو میذارن برای اینکه فرد رو تو اون حالت قرار بده که میخواد اون انگیزش رو داشته باشه. موسیقی که ما برای خواب استفاده میکنیم یه مقداری موسیقی آرامش بخشه، مثل موسیقی مثلا فرض کنید پیانو یا کلاسیک یا حتی موسیقی که برای ریلکسیشن و مدیتیشن استفاده میشه، نگاه کردن که میتونه خواب رو بهتر بکنه. حالا چرا خواب رو بهتر میکنه؟ برای اینکه تنفس و سرعت تنفس رو موسیقی میتونه پایین بیاره. یکی از مسائلی که تنفس خیلی خوبه، ولی یکی از مشکلاتی که ما میدونیم بین استرس و تنفس ایجاد میشه تنفس‌های تند تند و سریع و کوتاهه که این انسان رو میبره در یک حالت فایت اور فلایت، یعنی جایی که میخواد یا فرار بکنه یا میخواد برای مبارزه آماده بشه، در حالی که ما تو خواب یه همچیزی رو احتیاج نداریم. ما تو خواب میخوایم بخوابیم، نیامدیم برای مبارزه، نیامدیم برای فرار، اومدیم بگیریم بخوابیم. اما بعضی از ما آدم ها وقتی میریم تو رخت خواب تازه کارمون شروع میشه، تازه مغزمون شروع به کار میخواد بکنه، همه مسائل و مشکلات گذشته و آینده و حال و همه رو حل و فصل بکنه، براش راه حل پیدا بکنه، همه خاطرات قدیم و مرور بکنه، حالا چه بلای سر من آمد و چرا مهاجرت کردم و چه شد و چه نشد، همه اینا قراره تو اون رخت خواب اتفاق بیفته. یعنی تنها کاری که ما تو رخت خواب نمی کنیم آرامشه. یا بعضیا که خب تلویزیون دارن تماشا میکنن، با تلفن خدای نکرده دارن کار میکنن، با آیپد دارن کار میکنن، تو رخت خواب همه این کاراشونو برمیدارن میبرن تو رخت خواب. رخت خواب واقعیتش جای دو چیزه، یک خواب، یکی دیگه هم چیه؟ اگه گفتید روابط جنسی. روابط جنسی رو ما در رخت خواب مجاز میدونیم. چرا؟ برای اینکه رابطه جنسی میتونه خواب رو خوب بکنه، میتونه استرس رو پایین بیاره، میتونه خواب خوبی به انسان بده. برای همینه که ما رابطه جنسی رو هم برای اتاق خواب و رخت خواب مجاز میدونیم. اما غیر از این نه. پس موسیقی میتونه تنفس رو آرام بکنه، ضربان قلب رو پایین بیاره، یعنی اون ضربان قلب یا heart palpitation که زمان استرس به وجود میاد با موسیقی آرامش بخش میتونه پایین بیاد و آروم بشه، فشار خون رو هم میتونه پایین بیاره. پس چیزایی که ما برای خواب احتیاج داریم که به کمک موسیقی میتونه تامین بشه، آرام شدن تنفس، پایین آمدن ضربان قلب و پایین آمدن فشار خونه که این میتونه خواب رو بهتر بکنه. مورد دوم،
حالا بالا بردن انرژی بدن، فعال کردن بدن، ما خواب میخوایم بخوابیم و آرام باشیم، اما صبح یا توی ورزش و ورزشگاه میخوایم انرژیمون بالا بره. و این رو هم دیدن تحقیقات نشون داده که فردی که میره و میخواد ورزش بکنه، بدوه، هایکینگ بکنه، کوهنوردی بکنه، اگر به موسیقی گوش بکنه، به خصوص موسیقی که یک مقداری ریتم‌های بالاتر و تندتری داره، میتونه اون استامینا یا انرژی او و حس و حال او برای ورزش رو بالا ببره. مورد سوم، بالا بردن تمرکزه. ما معمولا مشکل داریم با تمرکز. ما عادت کردیم به این که چند تا کار رو بخوایم در آن واحد انجام بدیم، بخوایم به یه مسئله دیگه ای فکر بکنیم، یه کار دیگه ای رو انجام بدیم، چند تا مسئله رو در آن واحد ببریم جلو. این مشکل برای تمرکز ما به وجود میاره، برای فوکس کردن و اون توجهی که احتیاج داریم برای انجام کار. اما موسیقی میتونه تو این مسئله به ما کمک بکنه. حالا چرا؟ برای اینکه یک موسیقی به خصوص اگر بی کلام باشه، که من نخوام به دنبال شعرش، معنیش و مفهومش و یا تکرارش باشم، موسیقی بی کلام میتونه تمرکز انسان رو بالا ببره، برای اینکه به او کمک میکنه که از اینکه به موضوعات دیگری بخواد فکر بکنه و پراکندگی افکار پیدا بکنه، خودشو دور بکنه. پس برای اینکه بخواد به موضوعی که داره میرسه، فرض بفرمایید یه نفر میخواد یه تکلیفی انجام بده، یه پروژه‌ای انجام بده، یه کاری رو بکنه، یک موسیقی آرامی رو هم در کنار خودش داشته باشه، بهش کمک میکنه که تمرکز بهتری پیدا بکنه. اما خب باید توجه داشته باشیم که صدای موسیقی خیلی بالا نباید باشه. این صدای موسیقی باز خودش میتونه حواس ما رو پرت بکنه. اگر که کلام نداشته باشه خیلی بهتره، موسیقی خالی باشه و اینی که ما رو به تکرار وا نداره. یعنی فرض کنید اگر یه کلامی داره و ما همون موسیقی رو دوست داریم و علاقه داریم و شعرش هم حفظیم، دیگه نخواهیم حالا اونو تکرار بکنیم. اینا میتونه خودش مشکل تمرکز برای ما ایجاد بکنه. اما اگر موسیقی بی کلام باشه میتونه تمرکز رو بالا ببره. مورد بعدی، مورد بهتر کردن و بالا بردن خلاقیت و کریتیویتیه. ما تو زندگیمون احتیاج به خلاقیت داریم، احتیاج به این داریم که بتونیم ایده های جدید، کارهای جدید، حتی مسئله حل مشکلات ما در زندگی میتونه از خلاقیت ما بیاد. اگر ما خلاقیتمون رو قوی بکنیم و از کریتیویتی بهتری بهره ببریم، میتونیم برای بسیاری از مشکلات زندگی راه حل پیدا کنیم، میتونیم خیلی نو باشیم، خیلی کارهای نو و مسائل جدیدی رو خلق بکنیم، ابداعات جدید رو داشته باشیم و این خلاقیت برای ما مهمه. به خاطر همین هستش که اصولا در زندگی خوبه که ما هر از چندی یه تغییر دکوراسیون بدیم، مبلمانمون رو جابجا میکنیم، ممکنه رنگ دیوارمون رو تغییر میدیم، ممکنه یک تابلوی جدیدی رو به جای تابلوی قدیمی که 45 سال الان روی دیواره و خاک گرفته و یه وجب هم بالاش یه چیزی چسبیده، ما اینو ورداریم بذاریم کنار، یه تابلوی دیگه بذاریم جاش. اینها کمک میکنه که ما اون خلاقیت رو در خودمون تحریک بکنیم و اجازه بدیم قوه خلاقیت ما یه مقداری پرورونده بشه. حالا در باب موسیقی هم همینه. موسیقی میتونه خلاقیت ما رو تحریک بکنه، میتونه اون رو به وجود بیاره. وقتی که ما روی مغزمون فشار داریم، یعنی همون استرس، مسئولیت ها، تعهد ها، وظیفه ها، کارهایی که باید انجامشون بدیم، ددلاین داریم، اینها فشار رو مغز ما وارد میکنه. یعنی استرس در همون فشار محیطی که داره به بدن ما، به قلب ما و به مغز ما وارد میشه. اما دیده شده که موسیقی میتونه فشار رو از روی مغز کم بکنه. خیلی به زبان ساده دارم صحبت میکنم، یعنی ما رو بتونه در یک حالت ریلکسی قرار بده و در اون حالت ریلکس هستش که مغز میتونه خلاقیتش رو به شکوفایی برسونه. یعنی یک هنرمند برای خلق هنرش، برای مجسمه سازی، برای نقاشی، برای خطاطی احتیاج به آرامش داره. نمیتونه بشینه در یک فضای شلوغ کاری، در یک همهمه، در یک بروبیا، مثلا شما ببینید یه نقاشی نشسته داره نقاشی میکنه. این یا باید بتونه خودش رو خیلی آرام بکنه یا اینکه از موسیقی استفاده بکنه که این فشار رو از روی مغز او کم بکنه
در نتیجه خلاقیت رو بالا ببره. پس موقعی هم که ما میخوایم یک سری کارهای خلاقانه ای انجام بدیم، گوش کردن به موسیقی میتونه به ما کمک بکنه. مورد پنجم کم کردن استرسه. همین استرسی که داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی فشار محیط. فشار محیط یعنی مسئولیت ها و تعهدات ما، و همه اینها وجود داره. و در بعضی از افراد هم یه چیز دیگه ای داریم به نام انگزایتی و استراب، که یک ترس غیر واقعی که فرد خودش اون رو داره میسازه و برای خودش درست میکنه و تو ذهن خودش میپرورونه، و وقتی یک غول بیشا خود رو میپرورون، حالا خودش ازش میترسه. این استرس و این انگزایتی میتونه به کمک موسیقی کاهش پیدا بکنه. چجوری؟ ثابت شده، تحقیقات علمی این رو ثابت کرده که با موسیقی ما میتونیم ترشح اندورفین در مغز رو بالا ببریم. اندورفین وقتی بالا میره، این حس نگرانی و اضطراب و ترس‌های غیر واقعی کاهش پیدا میکنه. و این کار داره از طریق موسیقی اتفاق میفته. یعنی وقتی یک موسیقی رو که ما ازش لذت میبریم و دوست داریم، اینم خدمتتون بگم، نوع موسیقی که انسان‌ها دوست دارن میتونه انسان تا انسان فرق بکنه. و افراد میتونن موسیقی های متفاوتی رو لذت ببرن و دوست داشته باشن. مهم اینه که افراد اون موسیقی خودشون رو پیدا بکنن. حالا جالب اینجاست که تحقیقات نشون میده افرادی که پلیلیست دارن، یعنی یک سری موسیقی های مورد علاقه خودشون رو در فرض بفرمایید تلفنشون توی یه اپلیکیشنی یا توی یه سی دی. قدیما ما به این دی جی ها اینا میگفتیم برای ما یه دونه سی دی بزنن، یه کاست بزنن از همه آهنگای مثلا فلان و فلان و فلان و جدید. اینو بهش میگن پلی لیست، یعنی آهنگایی که من دوست دارم، ریتمایی که من دوست دارم و لذت میبرم. این میتونه با اونی که شما دوست داری متفاوت باشه، اما تحقیقات نشون داده اگر من به پلی لیست خودم که دوستش دارم و درست کردم گوش بکنم، اون تأثیر بیشتری میذاره تو تمام این مواردی که دارم خدمتتون 13 موردی رو که خواهم گفت. اگر من به موسیقی مورد علاقه خودم گوش بکنم، تأثیر بیشتری است. پس ترشح اندورفین کم کردن استرس و انگزایتی و استراب رو در پی داره، و این هم از طریق گوش کردن به موسیقی اتفاق میفته. مورد ششم، بهتر کردن خلق و خو. خلق و خو رو ما بهش میگیم مود. مود یا خلق و خو، بعضیا میگن طرف بد خلقه یا خلق و خوی خوبی نداره. اصطلاح علمیش همون موده، و ما معمولا اختلالات مود رو به افسردگی و نگرانی نسبت میدیم. افرادی که غمگین هستن، افرادی که دوره‌های غم و غمناکی رو دارن سپری میکنن، حالا میتونه فصلی باشه، میتونه بیولوژیک باشه، همیشه باهاشون هست، میتونه به دلیل موضوع خاصی از کار اخراج شدن، حالا افسرده شدن، اینها اتفاق بیفته، و یا اون بحث نگرانی و استراب که ترس‌های غیر واقعی است که در افراد وجود داره، اینا رو بهش میگیم خلق و خو و مود. این تحقیقات نشون داده که با بالا رفتن دوپامین در اثر شنیدن و گوش کردن به موسیقی، ما خلق و خو یا مودمون میتونه بهتر بشه. خلق و خو و مود ما بهتر میشه. دوپامین یک نوروترانسمیتره، یک پیام‌آور مغزی است، یک هورمون مغزی است که زمانی که ما یک کار خوبی که لذت میبریم و خوشحالمون میکنه انجام میدیم، این دوپامین ترشح پیدا میکنه. این دوپامین رو مثلا فرض بکنید ما اگر یک چلو کباب خوشمزه ای بخوریم، حالا میگم چلو کباب چون من چلو کباب دوست دارم، شما ممکنه قرمه سبزی دوست داشته باشی، اون خانم ممکنه فسنجون دوست داشته باشه، اون آقایی که اونور داره نگاه میکنه ممکنه ماهی دوست داشته باشه، هر کسی بر اساس علاقه ای که داره ممکنه اون دوپامین در مغزش ترشح پیدا میکنه که احساس لذت و شادی رو به او میده. خب ما برای خلق و خوی خودمون و بهتر شدن مودمون احتیاج به این دوپامینه داریم. برای همینه که افرادی که افسردگی دارن بهشون میگیم پاشو برو یه کاری که دوست داری بکن، پاشو برو برقص، پاشو برو راه برو، پاشو برو با یه دوستی بشین یه چای بخور، یعنی یه کاری که بهت لذت میده رو انجام بده تا بر اثر اون لذت اون دوپامینه ترشح بشه و انسان رو بتونه خوشحال بکنه. این دوپامین از طریق موسیقی دیده شده که
ترشح میشه و همون FMRI نشون میده قسمت هایی از مغز که دوپامین ترشح میکنن با گوش کردن به موسیقی تحریک میشن و فعالیت بالاتری رو از خودشون نشون میدن و این نتیجه رو میده که خب پس دوپامین هست که داره بر اثر شنیدن موسیقی ترشح پیدا میکنه. حالا تو بحث استرس هم این رو عرض بکنم که گفتم که اندورفین ترشح میشه، اما خیلی جالبه که موسیقی جلوی ترشح کورتیزول رو میگیره. کورتیزول هم همون هورمون استرسه، یعنی زمانی که انسان داره آماده میشه برای فایت اور فلایت، کورتیزوله که داره او رو هیجانی میکنه، ضربان قلبش رو بالا میبره، نفسهاش رو تند میکنه تا بخواد بره برای مبارزه آماده بشه. موسیقی رو دیدیم، یک موسیقی آرامش بخش میتونه ترشح کورتیزول رو پایین بیاره، اندورفین رو بالا ببره. یعنی دیگه ما چی میخوایم دیگه؟ یه مش دارو میخوایم بخوریم، خب اینا رو میذاریم کنار، به موسیقی گوش میکنیم. موسیقی رو در عادات شبانه روز خودمون داخل میکنیم. گاهی وقتا بعضی از افراد میبینیم با موسیقی غریبن، حالا تازه تا یه مهمونی میرن یه جای میرن تازه گوششون داره موسیقی رو میشنوه. برای چی؟ برای اینکه از صبح تا شب دارن اخبار گوش میکنن، دارن تلویزیون های سیاسی رو گوش میکنن، دارن برنامه های خبری رو گوش میکنن، ببینن دنیا کی کیو کشت، کی کیو اعدام کرد، کی به کجا حمله کرد، خدای ناکرده. و متاسفانه امروز هم که در دنیا پر است از این اخبار. یعنی به جای اون موسیقی آرامش بخشی که خلاقیت رو در انسان به وجود بیاره و بتونه بگه خب من الان چی میخوام خلق کنم، الان پاشم یه کتابی بخونم، الان پاشم یه کتابی بنویسم، الان پاشم یه نقاشی بکنم، همش میریم به سمت خبرهایی که در این خبرها و تلویزیون و برنامه‌ها هیچ چیزی جز تأسف، ایجاد نگرانی و استراب و غبطه خوردن چیز دیگه به ما نمیده. پس کورتیزول رو میتونه پایین بیاره که همون استرس، هورمون استرسه، ولی اخبار و تلویزیون اون هورمون استرس ما رو بالا میبره، یعنی به همون تپش قلب میده. شما نگاه، انگار مثلا یه فیلم ترسناک تماشا بکنید، چطور دیگه از دور و برتونم میترسید؟ تو خونه ای که مثلا 40 ساله دارید زندگی میکنید، حالا تو پنجره یه باد میاد تکونی میخوره، شما برمیگردی نگاه میکنی. چرا؟ برای اینکه یه فیلم ترسناک تماشا کردی، برای اینکه بدن شما آماده فرار و حمله شده، نه آرامش، حالا اگه شبم باشه خواب. پس موسیقی. نکته هفتم کم کردن درد و پینه. تحقیقات نشون داده که عددش رو من پیدا کردم، خیلی جالبه، افرادی که فایبرومایالجا دارن، یعنی دردهای اسکلتی، استخوانی و ماهیچه‌ای دارن. فایبرومایالجا یک بیماری است که افراد این دردها رو تجربه میکنن. نگاه کردن تحقیقات، دیدن که اگر این فرد یک ساعت به موسیقی گوش بکنه، به طرز بسیار سیگنیفیکنت و قابل توجهی دردش پایین میاد. با گوش کردن یک ساعت به موسیقی درد فایبرومایالجا پایین میاد. چرا پایین میاد؟ باز هم به خاطر اینکه ضربان قلب پایین میاد و ماهیچه ها ریلکس میشن، ماهیچه ها خودشون رو باز میکنن و باز شدن ماهیچه ها باعث میشه اونجایی که فشار نورون عصبی ماهیچه داره فشار بهش وارد میشه و درد رو حس میکنه رها بشه، بهش فاصله بیفته. این کمک میکنه که درد پایین بیاد و تحقیقات جالبی هم تو این مسئله انجام شده که حتی افرادی که عمل جراحی انجام دادن، بعد از عمل جراحی به موسیقی گوش کردن، استفاده از پین کیلر یا داروهای مسکن در اونها کمتر بوده. یعنی تحقیق اینجوری انجام شده که فردی که از عمل جراحی میاد بیرون براش موسیقی میذارن، اون یکی فردی که آمده رو براش موسیقی نذاشتن، نگاه میکنن ببینن مصرف پین کیلر و مسکن در این دو گروه چگونه است. میبینن اون گروهی که موسیقی براشون گذاشتن نیازشون به مسکن کمتر بوده. خب این نشون میده که موسیقی میتونه درد رو در انسان کم بکنه، یا پرسیو کردن و دریافت و درک درد رو برای انسان پایین بیاره. مورد هشتم، بالا بردن ایمنی بدن. بالا بردن ایمنی بدن به این دلیل اتفاق میفته که وقتی
ما موسیقی گوش میکنیم، تحقیقات نشون داده که آنتیبادی ها یا اون چیزی که میتونه در بدن ما به جنگ دشمنانی مثل باکتری و ویروس بره، در بدن ترشح بیشتری پیدا میکنه. نچرال کیلرز بهشون میگن، گلبول‌های سفید یا اون آنتیبادی ها، اینها ترشحشون، ایجادشون، به وجود آمدنشون در بدن بالا میره با گوش کردن 50 دقیقه به موسیقی. تحقیقی که انجام شده و من نگاه کردم میگفت افرادی که به 50 دقیقه موسیقی گوش میکنن، آنتیبادی ها در بدنشون بیشتر تولید میشه، یعنی ایمنی بدن اونها بالاتر میره، یعنی راحت تر میتونن با بیماری ها مبارزه کنن و اون رو از بین ببرن. خیلی از ماها فکر میکنیم شاید در این 2 سال 3 سالی که حالا کووید بوده ما کووید نگرفتیم، ولی میخوام بگم که به احتمال خیلی زیاد ما هم کووید گرفتیم، اما خیلی از ماها ایمنی بدنمون خوب بوده و نذاشته و اجازه نداده که این ویروس بر بدن ما اون تأثیرات وحشتناک رو بذاره و اونجا تونسته دفعش بکنه. چجوری ایمنی بدن ما بالا میره؟ اونجایی که استرسمون کمه، استرس بالا نداریم. استرس و همین هورمون کورتیزول یکی از دشمنان دستگاه ایمنی بدن ماست. یعنی آدمی که تو زندگیش خیلی استرس داره و فشار تحمل میکنه، هر که با مش بیش برفش بیشتر، این آدم با استرس زیاد ایمنی بدنش ضعیف میشه. حالا ما خوراک خوب، خواب خوب، استرس کم، ورزش خوب و حالا میخوایم بهش اضافه بکنیم، تحقیقات میگن 50 دقیقه موسیقی میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو قوی تر بکنه. مورد نهم خیلی جالبه، این برای من خیلی جالب بود. ببینید یک پدیده ای ما داریم به نام رود ریج به اونهایی گفته میشه که تو جاده وقتی دارن رانندگی میکنن و یک راننده دیگه میپیچه جلوشون و یا جوری رانندگی میکنه که اینا احساس خطر میکنن، عصبانیت اینها رو فرا میگیره. به این میگن رود ریج یا عصبانیت و خشم هنگام رانندگی. تحقیقاتی که انجام شد دیدن افرادی که به موسیقی دارن هنگام رانندگی گوش میکنن، این رود ریج در اونها به صفر هم میتونه برسه. یعنی فردی که این سابقه رو داشته، من خودم توی کار تراپی دارم یه 2-3 نفر رو دارم که مشکلشون اصلا مشکل رود ریجه، به همین دلیل دارم میان تراپی. یک آقای عزیزی، یک پزشکی پیش من میومد سالها پیش که تخصصش هم آنکولوژی بود و ایشون اونچنان رود ریج داشت که میگفت من زنم و بچه هم توی ماشین هستن و اونقدر این خشم هنگام رانندگی من رو فرا میگیره که به دنبال اون ماشینی که این کارو کرده میرم و تا یه فوش و بد بیرایی بشنگم، یه بوغی سرش نکشم، آروم نمیگیرم. و حالا شما ببینید خانواده توی ماشین نشسته و این فرد راننده داره میره و به دنبال یه ماشین دیگه داره او رو ریس میکنه که بخواد اون ریج خودش رو خالی بکنه. تحقیقات نشون میده این فرد اگر به موسیقی گوش بکنه، این رود ریجش میتونه از بین بره و میتونه این خشم آنی و یهویی که به این واسطه در رو به وجود میاد از بین میره. مورد دهم، کم خوردن. موسیقی و گوش کردن به موسیقی میتونه به انسان کمک بکنه که کمتر غذا بخوره. چرا کمتر غذا بخوره؟ چرا این کارو میکنه؟ و جالب اینجاست، تحقیق میگه کسانی که به آهنگ آرام مثل یه پیانو گوش کردن، اینو جالبه که تحقیق رو اتفاقا توی رستوران ها انجام دادن و بعد چیزی که آمده برگشته، افرادی که در رستوران هایی که آهنگ آرامش بخش در اونجا پخش می شده 18% کمتر غذا خوردن. حالا چرا داره این کار اتفاق می افته؟ برای اینکه اون آهنگ آرام اون تون تون غذا خوردن رو از انسان می گیره، به انسان کمک میکنه. چون ما عادت داریم یه سری کارهامون رو با اون موسیقی که داریم میشنویم هماهنگ میکنیم. اگر یه موسیقی تند تکنو هوی متال داریم گوش میکنیم، ما هم در حال عجله کرده، مثل همونی که گفتم تو ورزشگاه ممکنه برای ما پخش میکنن. ولی اگر هنگام غذا خوردن، اولا این رو هم بگم، هنگام غذا خوردن ما قراره که تلویزیون تماشا نکنیم، چون هنگام غذا خوردن ما باید تمرکزمون، مایندفولنسمون،
ذهن آگاهیمون به غذامون باشه، به اون غذایی که در آشپزخانه براش زحمت کشیده شده، با عشق و علاقه و محبت درست شده، حالا یا خانم خونه درست کرده یا آقا درست کرده فرقی نمی کنه، و ما مهم اینه که با عشق و علاقه براش وقت گذاشته شده. این فسنجون، این قرمه سبزی، این سبزی قرمه سبزی، به 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 به، خانم داره لذت میبره، خانم مثل شام نخوردی هنوز ها، این قرمه سبزی با این دقت سبزیاش خورد شده، سرخ شده، پخته شده، نمیدونم ادویه بهش زده شده، بالا سرش واسده، اینا میذارن جلوی طرف در عرض 10 دقیقه همه رو نیست و نابود میکنه، میشینه عقب. خب این فاجعه است، فاجعه است، نه حالا برای اون فردی که تو آشپزخونه اینو درست کرده فقط، بلکه برای خود انسان که نه فهمید چی خورد، نه بو کرد، نه مزه کرد، نه دید، فقط یه چیزی رو تو دهان فرو کرد که بره تو این شکمه، این شکمه آروم بگیره دیگه قارقور نکنه. خب این دیگه خیلی، من رو ببخشید، خب مثل واقعا کاهو یونجهیه که ما به حیوانات میدیم، اونا ماشالله قشنگ دهناشون رو نگاه بکنید، این اسبه و شتره اینقدر این قشنگ این کاهو یونجه رو داره از این ور به اون ور میجوه که آدم لذت میبره، اصلا آدم گشنش میشه اینا رو نگاه میکنه. ولی ما بعضی همون متاسفانه دنبالمون کردن، عجله داریم، یا سریال ترکیه رو گذاشته، سریال ترکیه رو داره تماشا میکنه، غذا رو نمیفهمه اصلا چی خورد، فلان به فلانی خیانت کرد و فلان زن اون شد و اون رفت از دیوار اون پرید و اون نمیدونم این کارو کرد و این غذا هم داد پایین تموم شد، اصلا نفهمی چی خورد. خب این وضعیت فاجعه خانواده ها و دنیای مدرن امروز ما و انسان های رباتیکی که ماها باشیمه. به جایی که ما بشینیم و سر سفره، من معمولا به عزیزان، به کلاینت های خودم میگم شما سفرتون رو بچینید، دوتا شمع بذارید، یه گل بذارید و قاشق چنگالتون رو شیک بذارید، یه موسیقی آرام هم کنار بگذارید که این موسیقی هم شما رو ببره تو اون حالت آرامش که الان شما مسابقه 2 نیومدی بدی، مسابقه سوسیس خوری نذاشتن که ببینیم چه کسی میتونه بیشترین ساندویج های سوسیس رو بخوره یا بیشترین آبجو رو بخوره بهش جایزه بدن، اومدیم بشینیم غذامون رو بخوریم. این غذا بو داره، رنگ و قیافه داره، مزه هم داره و ما موظفیم هر ستای اینها رو درک بکنیم و بفهمیم. اینو بهش میگن مایندفولنس یا ذهن آگاهی. حالا ما قراره به کمک موسیقی این کار رو انجام بدیم و 18% افرادی که دارن به موسیقی گوش میکنن کمتر غذا میخورن. پرخوری هنر نیست، پرخوری شکم رو گشاد میکنه، پرخوری کبد رو چرب میکنه، پرخوری بیماری برای ما میاره. به اندازه خوردنی که غذای متعادل باشه و مناسب باشه برای ما کافیه. ما به دنبال پرخوری نباید باشیم، ما به دنبال لذت بردن از اون غذایی که جلومون هست باید باشیم. موسیقی میتونه به ما کمک بکنه. مورد 11 خیلی جالبه، vascular health یا سلامت رگها با موسیقی. موسیقی کجا؟ سلامت رگایی که تو بدن ما کجا؟ ولی تحقیقات نشون میده که وقتی که ما موسیقی گوش میکنیم، جریان و عبور خون از رگها یا اصطلاحاً blood flow بیشتر میشه و بالا میره، در این حال فشار خون پایین میاد. یعنی حرکت خون، جریان خون بالا میره اما فشار خون پایین میاد و این کمک میکنه که رگها سالم باشن، رگها سالم بمونن. موسیقی میتونه vascular health برای ما بیاره. مورد 12، حافظه، بالا بردن حافظه به کمک موسیقی. یکی از درمانها یا یکی از کمکهایی که به افرادی که آلزایمر دارن موسیقیه. به افرادی که مشکل حافظه دارن کمک میکنن تا بتونن حافظه خودشون رو درست بکنن، ترمیم بکنن. حالا چطور این اتفاق میفته؟ ما میبینیم که زمانی که قسمتی از مغز که زبان و لنگویج رو داره مدیریت میکنه و قسمتی از مغز که اون بخش موسیقی رو داره کنترل میکنه، دقیقاً همون بخش‌هایی هستند که حافظه ما رو مدیریت می‌کنه.
یعنی بخش موسیقی و بخش زبان، زبان از این جهت که خب موسیقی که کلام داره ما داریم سعی میکنیم اون کلامش رو بفهمیم. شما اگه ترکی هم بلد نباشی ولی موسیقی ترکی گوش بکنی، سعی میکنی اون کلمات رو از اون موسیقی ترکی، عربی، اسپانیش بگیری و بفهمی. یعنی اون تلاشی که شما داریم میکنی که این رو درک بکنی از اون موسیقی، به شما کمک میکنه که اون حافظه خودت رو بهتر بکنی و یک تمرین یا اگزرسایز مغزی به حساب میاد. یکی از مسائل خیلی مهمی که ما میتونیم با موسیقی همراه بکنیم، آواز خوندن با موسیقی، رقصیدن با موسیقی. چون شما ببینید موسیقی همینجور که عرض کردم، در این حال که قسمت شنوایی و تمپورال مغز، تمپورال لوب مغز ما رو داره تحریک میکنه، اون قسمت خلاقیت مغز ما رو تحریک میکنه، اگر باهاش برقصیم یا اگر پامون رو زمین تکون تکون میدیم و میکوبیم به زمین، و یا اینکه فرض کنید اصلا ادای گیتار زدن رو داریم در میاریم و یا در واقعیت پیانو مینوازیم، اون موتور کورتکس مغز ما هم داره تحریک میشه. یعنی شما ببینید شنوایی، احساسی و بدنی و عضلانی ما داریم از موسیقی بهره میگیریم. یه قسمت دیگه هم که حالا توی بحث مود و خلق و خو فراموش کردم بهتون بگم، بخش آمیگدلای مغزه. آمیگدلا قسمتی است که یه مقداری در بخش لیمبیک سیستم و کارهای احساسی، آمیگدلا یه مقداری ترس رو مدیریت میکنه. وقتی ما میترسیم، تحقیقات نشون دادن که ما با گوش کردن به موسیقی آمیگدلای مغز خودمون رو آرام میکنیم، یعنی ترس هامون رو کم میکنیم، ترس هامون رو پایین میاریم و این خیلی جالبه. و یه چیز دیگه هم که یه تحقیق دیگه ای رو که من نگاه کردم تو همین بخش حافظه، میگفتش که تینیجرها، نوجوانها وقتی به موسیقی گوش میکنن، این موسیقی دوران نوجوانی در تمام عمر برای انسان میمونه. حالا اون کلام موسیقی، آهنگش، خاطراتی که باهاش داشتن. خیلی جالبه که میگه ماندگارترین موسیقی که ما در زندگیمون میشنویم در دوران تینیجری یا نوجوانیه. شاید بعضی از شماها اگه برگردید به دوران تینیجری خودتون، که فکر میکنم برای بعضی ها مثلا 100-150 سال پیش بوده، اگر اون رو نگاه بکنید میبینید که اون دوران تینیجری و نوجوانی و شور و حال و موسیقی هایی که داشتید هنوز یادتونه. هنوز برخی از اون موسیقی های دوران نوجوانی به شما یه شور و هیجانی میده. این حالت نوستالژیک و این حالت یاداوری یکی از اون مسائلی است که میتونه به انسان کمک بکنه در بهتر کردن حافظه و حتی در افرادی که آلزایمر دارن برای بهبودشون بهشون کمک بکنه. و در کل مورد 13 هم که بخوام بگم این هستش که احساسات ما، ایموشن ما کلن با مجموع همه اینهایی که گفتم با موسیقی شکل میگیره. یعنی موسیقی که میتونه غم و غصه ما، شادی ما، هیجان ما، احساسات ما رو به نوعی جمع‌بندی و سامرایز بکنه. موسیقی این قدرت رو داره که با توجه به قسمت‌های مختلفی از مغز ما، این نوع احساسات ما رو برای ما جمع‌آوری بکنه، ما رو انسان‌هایی که با احساساتمون سر و کار داریم قرار بده. چون بعضی از آدم ها خیلی با احساساتشون آشنا نیستن، خیلی احساسات خودشون رو اسم براش نمیگذارن، در حالی که من همیشه دوستان میخوام که ما احساساتمون رو، اگر غمگینیم بگیم غم، اگر خوشحالیم بگیم من امروز خوشحالم، اگر عصبانی هستیم بگیم من الان عصبانیم چون این اتفاق افتاده، اینجا حق من از من گرفته شده. ما با احساساتمون باید سر و کار داشته باشیم. موسیقی میتونه ما رو به احساساتمون نزدیک بکنه. بعضیا هستن اصلا میگن ابراز احساسات نمیتونن بکنن، به کلام نمیتونن بیارن. یادم اون موقع که حالا ما جوان تر بودیم یا بچه تر بودیم، خیلی مود بود مثلا یکی به یکی دیگه زنگ میزد یه آهنگی براش پخش میکرد، و اگر خوشحال بود آهنگ خوشحالی میذاشت، اگر غمناک بود آهنگ غم براش میذاشت، چرا رفتی، دلم تنگت شده، نمیدونم این چیزا رو از زبان موسیقی بیان میکردن. پس موسیقی میتونه به ما کمک بکنه که ما با احساساتمون دوست باشیم، آشنا باشیم، رفیق باشیم، و از این احساسات خودمون بتونیم بهتر و بیشتر در بهتر کردن حال و احوال خودمون استفاده بکنیم.
این 13 موردی که من یادداشت کرده بودم که از بنفیت هاییست که موسیقی داره خدمتون گفتم، اینها تک تک اینها بر اساس تحقیقات علمی و پژوهش هایی که انجام شده، چه بر اساس نواحی مختلف مغزی و تحریک اونها و چه بر اساس تعداد افرادی که در تحقیقات شرکت کردن، این نتیجه گیری ها گرفته شده که ما چگونه میتونیم از موسیقی استفاده بکنیم برای بهتر کردن حال و احوال خودمون. یکی از تکنیک های بسیار خوبی که در روان درمانی به کار برده میشه برای به خصوص پایین آوردن انگزایتی و استراب مدیتیشن هست و این مدیتیشن ثابت شده که افراد میتونن در حین تمرکز و فوکسی که به موضوعی، به مسئلهی، به جایی، به فکر خاصی که دلشون میخواد داشته باشن و با رگولیت کردن و مرتب کردن نفسهای خودشون از یک موسیقی آرامش بخشی کنار خودشون استفاده بکنن که بتونه قشنگ این اتفاقات خوب رو به هم بدوزه براشون و براشون یک امکان خوبی رو فراهم بکنه که کم کم اون افکار نگرانی و استراب رو پایین بیارن. نگرانی و استراب اون افکار پراکنده است که هر کدوم در جهات مختلف دارن حرکت میکنن. وقتی ما مدیتیت میکنیم، وقتی ما به یک موسیقی قشنگی گوش میکنیم، وقتی تو بحر اون موسیقی داریم میریم و لذت میبریم، حالا تازه این رو من دارم از لحاظ شنیداری میگم، بعضی ها هستن خودشون اصلا موسیقی رو تولید میکنن، خودشون موسیقی رو مینویسن، خودشون موسیقی رو مینوازن، اونا دیگه ببینید چه استفاده ای دارن میبرن از موسیقی. حالا ما داریم در بیشتر موارد از شنیدنش فقط صحبت میکنیم و اونی که داره این رو مینویسه اون خلاقیت خودش رو به کار میگیره و اون توانمندی های فیزیکی خودش رو به کار میگیره. یکی از روش های شادی و شادمانی برای این که خب افراد بتونن خودشون رو شاد بکنن، رقصیدن به موسیقی است. یعنی هم از موسیقی بهره ببرن، هم از حرکات رقص هماهنگ با موسیقی بهره ببرن. این تحقیقات نشون داده که افراد میتونن خودشون رو شاد بکنن و اون شادی و هپینس رو تو زندگیشون به وجود بیارن. من یه بحثی داشتم با یکی از تلویزیون ها راجع به مسئله شادی، برای اون هم یه چیز حدود 10-12 تا مورد رو نوشته بودم که چه چیزهایی در زندگی انسان رو میتونه شاد بکنه. یکی از اون موارد همین مسئله موسیقی است، به شرطی که با رقص هم همراه باشه. رقص با موسیقی میتونه بسیار کمک بکنه. خب این مواردی بود که بنده خدمت شما عزیزان داشتم. حالا نمیخوام بگم سوال، ولی اگر که دوست دارید در گفتگو مشارکت داشته باشید، از تجربیات خودتون بگید و مسائلی که به نظر شما میاد که موسیقی میتونه کمک باشه، کمک کرده، به شما کمک کرده، به دوستانتون کمک کرده، دوست داریم با همدیگه گفتگویی بکنیم. فکر میکنم اگر عزیزان برنامه ریز اجازه بدن، این موقعیت خوبی باشه که یه مقداری این رو داشته باشیم ما هم.